خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که هم خوبید و هم خوشید و هم سلامت و هم ابراق. نوروز همین گوشا موشا داره میاد یواش یواش. اینجا که بهاره کالیفرنیا. من ارادتمند شما هستم ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین گرامی هستم. خب گفتم که نوروزه. من دیروز تمام وقتمو، یعنی واقعا از صبح تا شب ساعت 9:30 که رسیدم خونه گذاشتم برای تهیه گزارش هایی از حال و هوای نوروز در شمال کالیفرنیا. به این سوپرمارکت سر زدم، به اون رستوران سر زدم، به اون نایت کلاب سر زدم که حال هوای نوروز رو در هر جای دنیا که شما هستید حال هوای نوروزی کالیفرنیا رو برای شما بیارم، شمال کالیفرنیا مخصوصا. بذارید از یک اولین گزارش هم شروع بکنم که در واقع از یک سوپرمارکتی در سن حوزه تهیه کردم به نام یگانه با مدیریت آقای رضا طریقت. میریم یه نگاهی میکنیم خیلی کوتاه است ببینیم که دوستانمون برای شب عید چیکار کردن. خانم آقایان، من در سن حوزه هستم، در اون رستوران و خواربار فروشی که خیلی صحبت شده میکنیم که تنها مکانی که در سن حوزه حلیب و کله پاچه هر روز صبح سرو میکنه. یگانه در واقع هم ساندویچ فروشی، هم غذا فروشی، هم رستوران و هم در واقع خواربار فروشی، همه زیر یک سقف. ما البته محیط جالبی داره، در بیرونش پتیو داره و توی پتیو مردم میشینن نهارشون و شامشون رو میخورن و وارد مغازه میشیم. خیلی واضحه که حال هوای نوروزی داره، سنبل هست اینجا میبینیم و سبزه هست و بله خانم طریقت هم اونجا میبینیم، آقا رسول هم اونجا میبینیم که مشغول به اصطلاح پذیره مشتریان هستن، کارشون انجام میدن. خب خیلی مغازه به نظر من بوی بهاری میده، همش میره گوشه کنار پر از سبزه و شیرینی و تنقلات و همه چیز، هر چیزی که شما فکر کنید در یگانه فراهم شده. واقعا اصلا تا سخت مواد غذایی چیدن، نگاه کنید تا سخت. ماشاءالله ماشاءالله به این دوستان موفق ما. و اینجا هم که میبینید در واقع اون تو سفره هفت‌سینه، چه سفره هفت‌سین قشنگی چیدن. خیلی خوب، اجازه بدید که من آقای طریقت رو اینجا میبینم. آقای طریقت سلام علیکم. قربان سلام علیکم. حال شما خوب؟ من میبینم تو شما هم بیاید. بله ما میبینیم کنار سفره هفت‌سین شما هم تشریف بیارید. بله بله خیلی عجب سفره هفت‌سین کوچیکش زیباییه. خیلی با مرسی. با سلیقه درستش کردید. بله آقای طریقت، درست سه روز دیگه به نوروز مونده. درست. شما به نظرم ایست خواستم بخواستم آمادگی تایی دیدم که نبه چشم بخواستم. همه چی رو آمادگی داریم، هم استاف هم خودمون، همه چی دیگه آماده است برای همزبون ها که نوروز رو جشن میگیرن. خب جناب آقای طریقت، خب پشت سرش هم بعد نوروز هم خب سیزده بدر اینا شما، من به نظر میرسه که خود تو تا آخر 13 بدرم آماده که من واقعا نیدم فروشگاه پایین برای تا بعد از 13 بدرم آماده ما کلا آماده ایم. بله آقای رضا طریقت، شما چند ساله در این یگانه رو اینجا دارید؟ یگانه تقریبا شما 13 ساله ولی ما 6 ساله. بله بله حالا
امسال نسبت به پارسال، نمیگم نسبت به 6 سال، بله، بیزینس چطور بوده؟ بیزینس نوروزی همه چی خوبه خدا رو شکر. چجی؟ آره عجب مثبتی هستی. بله بله، حقیقت همینه. در هر حال اگه پیام چیزی داری به هموطنان، چون واقعا شما یه چهره موفقی هستی توی منطقه. مرسی، لطف شماست. فقط برای شما آرزو میکنم که سال خیلی خوبی داشته باشن. منم برای جناب عالی از طرف مشتریاتون آرزوی سال خوب دارم. مرسی، خیلی ممنون از شما، از مشتری، از همه. مرسی، خوب. شب شد، تمام روز من توی منطقه جنوب سان فرانسیسکو، از این مغازه به اون مغازه، از این رستوران به اون رستوران. شب شد، شب رفتم رستوران کلاب نگی، اونجا کلاب صفا، در واقع کلابی که فقط مردا میتونن عضویت داشته باشن درش و هر ماه یک بار نشست دارن در اینجا و موسیقی و ساز و ضربه. رفتم ببینم که کلاب مردانه صفا برای نوروز داره چی کار میکنه. رفتم و گزارش تهیه کردم که شما میبینید. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. طعم زیبای نوروزی به همراه شما، رقص و موسیقی و غذاهای ایرانی.
یک بار دیگر سازمان غیرانتفاعی رویا فاندیشن برنامه بازار نوروز را تقدیم می کند. این برنامه شامل شرکت تعداد زیادی از بیزنس‌های ایرانی و ارائه کالاها و سرویس‌هایی هستند که اکثر شما به آنها احتیاج دارید. پس چه بهتر که در این برنامه جالب شرکت کنید و نه تنها برای نوروزتان تهیه کنید، بلکه از برنامه‌های فرهنگی و هنری در کنار دوستانتان لذت ببرید. با ورودیه و پارکینگ رایگان، این برنامه شنبه 16 مارچ از 12 ظهر تا 8 شب و یک شنبه 17 مارچ از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر مهماندار شما خواهد بود. وعده دیدار ما در سان رومون کمیونیتی سنتر در بلوار الکاستا در شهر سان رومون. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌حوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز، ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900. آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه هفت روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سن‌حوزه. تلفن 408-559-6175. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار از این گرامی. آقای جناب آقای بیژن‌خان افتخاری آخرین برنامه امسال خودش رو در گپ خودمانی اجرا میکنم و حضور دارم و خیلی به اصطلاح قرار شده که ایشون یک دورنمایی از یک مسئله مهم در ایران بدن و بقیه بحث بذاریم که اون برای
آقای بیژن‌خان افتخاری، سلام عرض کردم قربان. درود بر شما جناب دلدار گرامی و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس. آقای افتخاری، من همونطور که اشاره کوچیکی کردم قرار شد شما بپردازید به این که در سال آینده که واقعا خب دو سه روز بیشتر بهش نمونده، بفرمایید طی 365 روزه که در پیش هست در سال آینده منتظر چه اتفاقی باید در کشورمون باشه؟ اصلا اتفاقی میفته؟ باور کن روزی 10 دفعه این از من سوال میکنن، 10 دفعه. بفرمایید. بله، ببینید جناب دلدار گرامی، انقلاب و تغییر حکومت ها یک علمه، بر اساس رم رو استرلاب نیست که آدم یه رم بندازه بگه آقا قمر در عقرب است. مثلا اینطوری نیست. ویدیوی اخیرا در امریکا دست به دست میگرده، البته تو محفل های روشنفکرانه، از یک جامعه شناس بسیار شناخته شده به نام آقای جک گولدستون. دوستانی که علاقمند هستن میتونن نام ایشون رو سرچ کنن و با ایشون آشنا بشن. برای من وقت رو نمیگیرم که در مورد ایشون توضیح بدم، فقط عرض میکنم که ایشون تخصصش در انقلاب هاست، در علم انقلاب، در علم انقلاب. و ایشون البته در این ویدیویی که اخیر داده بیرون در مورد ایران داره صحبت می‌کنه. ایشون در مورد شرایط انقلابی توضیح میده، میگه بر اساس مطالعات من شرایط انقلابی این است که الان عرض میکنم، و اگر شما در کشوری چنین چیزی رو داشته باشید اون کشور داره آماده انقلاب میشه. بنابراین دیگه ما رم و استرلاب میذاریم کنار، آقا به نظر شما چی میشه میذاریم کنار، میریم به تکستبوک های دانشگاهی نگاه میکنیم و به اساتیدی که کارشون این بوده و جامعه شناسن و رفتن روی این موضوع به صورت تخصصی کار کردن. ایشون 5 تا خصوصیت برای شرایط انقلابی میذاره. میگه شرایط اول و پروزن ترینش این هستش که مردم یک کشور احساس بکنن نظامی که هست بر سر کاره مشروعیت نداره، و دومی که این نظام ضعیفه. مشروعیت نداره که خب مشخصه، یعنی مردم میگن آقا اینا نماینده مردم نیستن، اینا یه دزد جانی هم که اومدن حکومت رو به دست گرفتن. بسیار خوب. دومی که ضعیفه، اما این ضعف رو در دو جا توضیح میده. میگه یا در زمینه حفظ حدود و ثغور کشور ضعیفه، مثلا درگیر جنگ و مرتب داره شکست میخوره، داره خاک رو تحویل دشمن میده، یا اینکه در زمینه اقتصادی آنچنان فساد درش وجود داره که مردم متوجه میشن که آقا از تو اینا آینده خوبی قرار نیست در بیاد، به صورت روزمرگی زندگی میکنن یا روزمرگی زندگی میکنن. بنابراین مردم به نشمیستن که این رژیم در زمین اقتصادی کاملا ضعیفه و آیندهی براش نداره. ایشون وزن اساسی برای شرایط انقلابی رو به این میده. پس چی شده؟ یک، نظام فاقد مشروعیت. دو، نظام در زمینه اقتصادی یا نظامی ضعیف عمل میکنه و مردم هیچ امیدی به این که از تو اینا یه چیزی به دفعشون در بیاد نداره. مورد دوم که ایشون معتقده، میگه که مردم حول یک موضوع یا چند موضوع احساس همدردی با هم بکنن، یعنی احساس بکنن که این درد، مثلا درد معلم ها خب به من چه آقا، مثلا یا درد کارگر ها به من چه، من که مردم در مجموع حول یک محوری جمع بشن و احساس همدردی با هم داشته باشن. بله. این احساس همدردی رو ما در جامعه ایران داریم یواش یواش میبینیم. مسئله سوم، معتقد استش که نگاه جهانی به اون رژیم نگاه منفی شده باشه. توضیحش این استش که این نگاه منفی رو
عمدتا دولت های خارجی وقتی پیدا بکنن که احساس کنن در داخل دیگه مردم تحمل چنین رژیمی رو ندارن، وگرنه تا وقتی که احساس بکنن که حالا مردم ناراضی هن ولی کاری نمی کنن، حکومت های خارجی ترجیح میدن با حکومت موجود بسازن. شما نمونهش دولت آقای بایدنه که میبینید هر جوره سعی میکنه با جمهوری اسلامی یه جوری کنار بیاد، چون هنوز به این نکته نرسیدن که مردم در داخل میخوان ترتیب این نظام داده بشه. مطلب بعدی که میگه که یک شعار همگانی باشه و اصلا مثال میزنه، میگه در زمان شاه شعار شاه باید بره یه شعار همگانی شده بود، همه خودشونو با اون به قول ما رشدی ها ریلیت میکردن که آره شاه باید بره، بنابراین یه شعار عمومی میخواد و اینجا میپردازه به شعار زن زندگی آزادی و میگه که شاید بسیاری در داخل نتونستن خودشون رو با اون مرتبط ببینن حالا بنا به فرهنگ یا هر چی که هست. و پنجمی این هستش که یک گفتمان مشخصی در جامعه جا بیفته، حالا ایشون البته میگه یا ایدئولوژی یا گفتمان. حالا مثلا در زمان خمینی ایدئولوژی اسلامی یا گفتمان اسلامی جا وا کرده بود. من داشتم یک مستندی رو میدیدم از آقای پرویز نیکپا، شما خیلی خوب میشناسید ایشون. بله رفیق من بودم، رفیق من. آقای پرویز نیکپا در اون سن سال کمش یک گزارش داده بوده به ساواک که آقا ما جامعه هستیم که داریم رشد میکنیم، داریم نوآوری میکنیم، به سمت مدرنیته میریم و معمولا چنین جوامعی کمتر مذهبی هستن چون دارن با دنیای مدرن آشنا میشن. اما به شکل شگفت آوری در ایران تعداد طلبه ها بسیار بالا رفته، تعداد مساجد حسینیه ها و اینجور جاها به شدت بالا رفته. معلومه که در اون زمان گفتمان مذهب میتونسته غالب بشه. بنابراین ما این پنج مورد به نام شرایط انقلابی میشناسیم. به نظر من این شرایط به خصوص شرط اول و مهمترش الان موجوده و به نظر من ما در شرایط انقلابی هستیم. شرایط انقلابی که باید به نتیجه برسه دست مردمه جناب دلدار گرامی، دست ایشون و اوشون و این با اون همکاری کنه و اون با این همکاری کنه نیست. یعنی مردم باید احساس بکنن که البته رأی به عدم مشروعیت نظام رو خوشبختانه خود نظام با این انتخاباتش به ما مشروعیت نداره. از نظر اقتصادی هم که همه ما میدونیم که اینا جز یه دوست کار دیگه نمی کنن، غارت میکنن مملکت رو. اما اون دو سه تا مورد دیگر کماکان جای کار داره. جواب شما برای اینکه آقا امسال ما منتظر چی باشیم، عرض میکنم منتظر طوفان باشیم. ایاتون باشه قبل از داستان جنبش مهسا من یه پیشبینی عرض کردم که آقای خامنه ای تابستان بسیار داغی رو در پیش رو خواهد داشت. کاملا یادم. این دلایلش رو هم عرض کردم، نه اینکه باز به هم رمل و استرلاب انداختم. میدونستم در درون جامعه چیزی داره میجوشه. من به شما عرض میکنم که امسال دیگه تابستون داغ و اینا نیست. برای خامنه ای و دار و دستش ملت ایران تدارک یک جهنم رو دیدن. من دیدم یکی از خوانندگان عزیز ما آقای امید توتیان یه نظرسنجی گذاشته و خب ایشون فالوور زیاد داره، نوشته با این نظام آیا باید ازشون انتقام گرفت و یا مثلا مثل آدم با اینا رفتار کرد. 92% نوشتن باید انتقام گرفت. یعنی این رو به گوش آقای خامنه‌ای حتما رسوندن و ایشون هم باید شبها 5 تا دیازپام بخوره تا بخوابه، برای اینکه مردم ایران تدارکات عجیبی برای اینا خواهند دید. موضوعی که مطرحه این هستش که اون نکته اساسی به نظر من گفتمانه، یعنی گفتمانی که همه ما بتونیم خودمون رو به اون ارتباط بدیم که
خب وضع اقتصادی چگونه خواهد بود، مسئله آزادی ها چگونه خواهد بود، مسئله مثلا فدرالیسم یا تجزیه طلب ها چجوری حل خواهد شد، با دزدی های آخوندا چجوری رفتار خواهید کرد، اموالش تو جیب کی خواهد رفت، کشور چجوری اداره میشه، فرض بفرمایید منبع قدرت کجا باید باشه، آیا منبع قدرت ما در الهیات و در خداست که اون وقت یک مردکی بیاد بگه من نماینده خدا به من گوش بدید، آیا منبع قدرت ما یه شخص شخصی خواهد شد به نام پادشاه عظیم و شأن ما که همه ما بگیم آقا ما نوکرش رو ما هستیم یه چیزی به ما بده، یا این منبع قدرت میره توی زمینه مردم و مردم هم که منبع قدرت هم بنابراین نمایندگان مردم در مجلس منبع قدرت باید باشه. این گفتمان ها اگر روشن بشه به نظر من جامعه بسیار بسیار آماده است برای یک انقلاب دیگر و این بار به نظر من یک انقلاب با آگاهی و با خرد جمعی. دیگه کسی رو ما در آسمان ها نمیبینیم، دیگه کسی را میره نمیگیم زمین زیر پاش داره میلرزه، این داستان ها دیگه به نظر من برای اون بخش از جامعه ما که به صورت جدی و عملی وارد موضوع خواهد شد حل شده است و دنبال یک گفتمان منطقی و روشن هستم. بفرمایید خودش. یک دنیا ممنون جناب آقای افتخاری. من منتظر هستم که در اولین برنامه که بعد از عید با هم دیگه داریم شما به جزئیات بپردازید و من کلی سوال با تو در میون بذارم. الان امروز اجازه بدید که شما میدونم که گرفتاری نوروزی قبلا به من گفتید که دارید، رهاتون کنم، تشریف ببرید، به کاراتون برسید، ولی که این بحث رو در اولین برنامه دنبال خواهیم کرد. سپاسگزارم جناب آقای افتخاری میشم خانه گرامی. ممنون. خب بینندگان عزیز اجازه بفرمایید که بریم. دیشب در واقع سن حوزه دوستانی که گفتم که در کلابی هست به نام کلاب صفا که 30 و چند سال این کلابه هستش که فقط آقایون ماهی یک بار دور هم جمع میشن. البته حقیقتش اینه که در کلاب خانوما هم هست که میگن لیدیز نایت، شب بانوان. من هر دو رو رفتم، حالا براتون میگم چطور شد من شب بانوانم رفتم، جایی که همه خانوما بودم، من و دوستم و تنها آقای اون مجلس بودم. حالا بیریم به اول از همه بسید بریم به یک کافه قنادی در سن حوزه که قدیمی ترین و در واقع دیگه شیرینی های ناب ایرانی اینجا دارن، یعنی باور بفرمایید که شیرین تر و خشکشون اصلا هفت نده. خود من سه تا جعبه دیروز رفتم خریدم بی بی بسیار بیکری و کفه. بریم من یه گزارش کوتاه یکی دو دقیقه از اینو تهیه کردم ببینیم چقدر آمادگی برای نوروز دارن. کافه قنادی بی بی، در واقع این از قدیمی ترین مکانهای ایرانیست که در سن حوزه شیرینی و کیک های ایرانی مثلا شیرینی تر شیرینی خشک ایرانی رو عرضه میکنه. و بریم این تو ببینیم که وضع اینجا چجوریه، آیا آمادگی برای عید دارن. خب از اینجایی که وارد بی بی قنادی بی بی میشیم میبینیم خب سبزه ها رو میبینیم و با اینکه در واقع اینجا یک کافه قنادی بین المللیه ولی که خب سبزه و ایناشون سر جاشه. کیک ها و شیرینی ها رو مشاهده میکنید چقدر زیباست و نگاه کنید اینجا مجدداً شیرین ترها و کیک ها رو مشاهده میکنید. به به به، واقعا هوس انگیزه، واقعا هوس انگیزه. چقدر با سلیقه و زیبا درست میکنن این شیرینی ها رو آجان خرید، واقعا زیبا. اینجا شیرینی های تر ایرانیست که یعنی شیرینی هایی که به هر حال باب تب ایرانیست، نمیتونم بگم ریسپیشون از اول ایرانی بوده ولی کن باب تب ایرانیست. همینطور که دقت میفرمایید تمام به اصطلاح بریم این قسمت از مشتری بگذاریم، از بریم باز مجددا نگاه میکنیم به شیرینی‌ها و نون‌های ایرانی، کراسان و همچیز و بقیه
و مجدد شیرینی‌های خشک. اونا شیرینی‌های تر بودن، اینجا شیرینی‌های خشک بی بی. قفسه‌ها رو همونطور که مشاهده پره پر کردن، آماده خرید نوروزی شما هستن که در این در واقع آخر هفته جمعه و شنبه شروع میشه و خدا میدونه که چه قوقایی در اینجا به پا خواهد شد. در کاف قنادی بی بی که صف میکشن مردم جمعه شنبه، همیشه اینجوری بوده، نزدیک عید صف میکشن. انواع اقسام شیرینی ها اینجا هست. اجازه فرمایید که یه گوشه اینجا مشاهده میفرمایید، یه هفتین هپی پرژین نیویر. به 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 باری کلا به دوستانمون در کافه قنادی، اینم زن زندگی آزادی سنبول و شیرینی های پای سفره هفتین. گفتم خدا را تمس دیروز سه جعبه شیرینی خریدم. ببینید دو تا شونچی جعبه، یکیش هم اینجاست. آقای شهرتی که همیشه مشکوک کارگردان فنیه گفت جعبه خالیه. گفتم نه بفرمایید، جعبه هم پره، خیلی پره پر. و این بالاخره من هرچی میگم پشتش واسدادم، اصلا به هیچ وجه دوست ندارم جلوی دوربین در طول 55 سال گذشته یک بار حرف بی پایه زده باشم. هر چی گفتم، از خودم گفتم، از دیده هام گفتم، از تجربیاتم گفتم، مستند بوده و الکی حرف نزدم. بعد این دو تا یه جبه، اینم دو تا جبه. آقای شهرتی راحت شدی؟ بله. خب پس بریم به دیشب. دیشب به کجا بریم؟ بریم به کلاب صفای مردا. آقا این مردا، این آقایون بدقولی کردن، زدن زیر هر چی قول و قراره. اصلا من مات و متحیر مونده بودم. 35-6 سال این کلاب هست، پای هیچ خانمی اونجا باز نشده بود. دیشب پای خانما باز شد. اصلا من واقعا برق از سرم پرید. و نگاه کنید ببینید چه خانمایی اومدن این شب تو کلاب. قرار نبود خانما بیان، اومدن. نگاه کنید. Thank you.
سوپرمارکت کوپرتینو، یک سوپرمارکتی است که حدود کمتر از 2 ساله در شمال کالیفرنیا در شهر کوپرتینو افتتاح شده. بذارید وارد این سوپرمارکت بشیم ببینیم که چقدر دوستان ما آماده شدن برای نوروز. ماشاءالله چقدر اجناس پر. هرچی که میری بوی نوروز میاد و بوی عید. خب تدارک فوق‌العاده دوستانمون دیدن. فوق‌العاده. اجازه بفرمایید که من برم سراغ آقای پیمان، مدیر سوپرمارکت کوپرتینو. آقای پیمان سلام علیکم. از ادب و احترام و درود بر شما، پیمان هستم اینجا پرژن کباب و سوپر کوپرتینو. اول از همه سپاسگزارم از محبت شما. از ادب و احترام و تبریک نوروز و آغاز سال نو اومدن بهار و خدمت همه میهنان عزیزم دارم و در خدمت شما. آقا وسایل نوروزی رو همه رو آماده کردیم دیگه. تا اونجایی که واقعا تونستیم همیهنان خواستن سعی کردیم که چیزی کمی و کسری نباشه و همه چیز اینجا هستش، از انواع گروسری ها، غذای آماده، غذای فریز شده، غذای تازه، همه چیز اینجا هستش. ما در خدمت همه همیهنان هستیم، مخصوصا تا خود 13 بده. انشالله که موفق باشیم. ماهی سفید هم نیارید دیگه، سبزی پلو. ماهی سفید و سبزی پلو که اصلا اگه بخوای که همینجا براشون فرش تفت میشه آزار آماده، اگر نه مواد اولش همینجا به صورت فیلت یا کل ماهی هم هستش میزور تشریف بیارن و و توی این بغل شما در واقع یه رستوران هم از پرشن کباب، پس برای مهمونی های نوروز هم میتونن اینجا در واقع کیترینگ سفارش بدن. دقیقا 100% ما خدمتشون هستیم، فقط لطف کنن که به ما یه آمادگی بدن، تماسی داشته باشن حتما که ما بتونیم بهترین سرویس رو بهشون ارائه. یک دنیا ممنون، نوروزتون پیروز. نوروز شما هم خجسته، سال نو فرخنده، به امیدی آزاد و آزادی ایران. مرسی قربون، مرسی. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج.
اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. نوروز امسال هم صدف شریک شادی‌های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش‌های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می‌گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می‌کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. عرض کردم که دیشب من رفتم کلاب صفا که کلاب مردونه است و دیدم که رقاصای برزیلی آوردن. اعتراض کردم، گفتم قرار نبود شما سنت شکنی بکنید، قرار بود خانما اینجا پیداش نشه. گفت چطور؟ چند وقتیش ما شنیدیم که شما رفتید تو کلاب بانوان، اینجا شب خانما هم هست. گفتم اتفاقی بود؟ گفتم اینا خانمای رقاصم برزیلی اتفاقی اومدن اینجا. گفتم ببینید، من با یکی از دوستان آقا رفتیم به سراغ رستوران کلاب نگین، اونجا متوجه شدم سالن پر خانومه. مدیر رستوران خانم نسلی خانم اومد گفت فلانی امشب شب بانوانه و آقایون نمیتونن بیان. یکی از خانم‌ها دوید اومد دم در گفت خواهش کن شما بیاید. گفتم آخه من که خواجه حرمسرا نیستم که دم وسط اینم خانم همدم شما باشم. گفت شما محرمید. بالاخره ما رفتیم، اتفاقا هم نفهمیدم کی، یکی از خانمان پول میز ما رو داد. چون خواستم حساب بکنم، نسل خانم گفت پولتون حساب شده. گفتم کی؟ گفت یکی از خانم‌ها. گفتم چی بود آخه فلان؟ گفت نمیتونم بگم. ولی که حقیقتش حضرت عباسی شب آقایون اونی که دیدی خیلی بهتر شب خانم‌ها. با اینکه من نمکگیر خانم‌ها کلاب خانم‌ها شدم، ولی که شب آقایون بهتر بود. به همین بهونه می گفتن چون شما رفتید تو شب بانوان، حالا ما هم دو تا خانم آوردیم اینجا برفتن. گفتیم بریم. ولی که دیروز قبل از که برم کلاب مردها، کلاب صفا، رفتم یه گزارش تهیه کردم از یک سوپرمارکت دیگه ایرانی که ببینیم اوضاع چطور، حال هوای نوروز ببینیم. نگاه کنید. بازار مدیترانه یکی از قدیمی ترین فروشگاه های ایرانی در سن هوزه، چه در واقع در این جایی نزدی که استیونز کریک و کایل بولوارده و جاشون هم جدیده، قبلا یک جای دیگه بودن. اومدن اینجا نگاه بکنیم ببینیم که آیا برای نوروز تدارک خاص دیدن، واقعا دیدن. و من خب مرتب میام اینجا میبینم که امروز فروشگاه خیلی پره و در واقع نشون میده که نوروز پر از برکت و بیزینس برای هموطنان ماست. یه گشتی بزنیم و
نگاه بکنیم به این قسمت از بازار مدیترانه که سفره حفصی رو چیدن. به به به، چقدر قشنگ و سنتی چیدن. خیلی خوب، بذارید من از خانم شخمیران مدیر در واقع مدیترانه، بازار مدیترانه خواهش کنم بیان اینجا و نظرشون رو در مورد امسال نوروز و حضور هموطنانمون بفرمایید. خانم شخمیران ما منتظر شما هستیم، تشریف بیارید. خب یه ذره از دوربین خجالت میشم، ولی که نه خجالت نداره، قبلا هم پخش شده. سلام عرض کردم خانم شخمیران. سلام عرض میکنم این باستانی رو به همه هم میهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. ما هم به شما هم میهنان. خانم شخمیران، امسال فکر میکنید که تفاوتش با پارسال چیه؟ مردم الان دو روز دیگه، سه روز دیگه عیده، تا حالا شروع شده به خرید؟ بله خیلی اتفاقا مردم بیشتر میان برای خرید و اتفاقا خواستم بگم چه اینقدر عجله داریم، ولی بکنم دیگه هممون خوشحالیم و ایشالا که برای همه ایرانی ها این عید خوب باشه، مخصوصا در ایران. بله برخوان امیدوارم برای شما خوبه. چند سال خانه شهمیران شما تو این کار هستید؟ ده ساله. بله بله، برحال انشالله موفق باشید. خیلی خوشحالم که میبینم که این همه تدارک زیبا، یعنی تو شمال کالیفرنیا فضای نوروز خیلی 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 وجود داره و بوی عید و بهار داره میاد. موفق باشید خانم شهمیران. مرسی. قسمتی از موسیقی کلاب صفا شب آقایان که این دفعه تقلب کردن، اون دفعه خانما تقلب کردن، ما رو راه دادن. حتی خب من خبرنگارم، اشکال نداره، خبرنگار میتونه تو جمع بانوا بره، ولی رقاصه نمیتونه، رقاصه مکزیکی بیاد تو جمع آقایان، مثلا برزیلی. خب بریم به گردش در شهر. رفتم یه خاربار فروشی افغانی ایرانی، از اون آدمای افغانی های واقعا ما هستن، بغلاده هستم. این گزارش رو نگاه کنید از میوند مارکت. میوند مارکت یکی از فروشگاه های افغانی ایرانی است که در شمال کالیفرنیا، در الکامینو، در نزدیکی لورنس اکسپرسوی واقع است. یکی از فروشگاه هایی است که خیلی معروفه به نونش و گوشت حلالش و تمام رستوران های ایرانی، نه تمام، بالاخره اکثر فروشگاه های یا رستوران های ایرانی و افغانی گوشتشون رو از اینجا تهیه میکنن. همین هموطنان ایرانی بود. اجازه فرمایید که خانم بهجت صحبت کنیم که از مدیران فروشگاه میوند هستن. خانم شما صحبتی تبریکی برای هموطنانمون دارید؟ جانب سلام های گرم خدا تقدیم میکنم افغان های و ایران های عزیز میدارم و سال نو را برای همه تان پیش از پیش تبریک میگویم. ما
ما اینجا گوشت تازه حلال داریم با نون تازه با غذای خوشمزه. هفته 30 روز بوفه داریم جمعه شنبه یک شنبه و ما انشالله به خدمتتون هستم. مرسی خانم بیگایتو. مرسی عزیزم. بزنید که هموطنان از اون جناب سرهنگ شهرام من اینجا میاد. سلام علیکم جناب سرهنگ. قربان سرهنگ شما بعد اونجا منو میگیرن و وقت میکنن تو زندان. نه اینجا کسی شما نمیگیره. شما مشتری میون مارکت هستید؟ بله بله. خب چطور این فروشگاه؟ نظرتون چیه؟ این فروشگاه در تراز اول برای ایرانی ها قرار داره، برای اینکه من الان بیش از 12 سال هست که گوشت و نون جو، نون گندم که بهترین هست و نمونه هست در آمریکا از جناب میوند خلق. به هر حال سال نو رو بهتون پیشاپیش تبریک میگم قربان. سپاسگزارم جناب دلدار. شما یکی از شخصیت های برجسته تلویزیون پارس هستید. من ابتدا اجازه بفرمایید که سال نو رو خدمت هموطنان عزیز و گرامی و بسیار سخت کوش تبریک عرض بکنم. آرزوی همینه که روزی روزگاری بهترین ها رو خدا لطف کنن به همه و عید همه مبارک باشه. مرسی قربان، خیلی ممنون وقتی که به ما دادید. ممنون، تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. رستوران جدید در کوپرتینو، شهر کوپرتینو در شمال کالیفرنیا، و این رستوران تقریبا میتونم خدمتتون عرض بکنم که تازه فعالیتش شروع کرده و باور بفرمایید که من خودم غذاهاشون رو تست کردم و با تجربه خودم خدمتتون عرض می‌کنم. کباباشون، نمیدونم، خورشتاشون فوق‌العاده است. خیلی خیلی انواع و اقسام غذاهای ایرانی دارن، انواع خورشتا، انواع کباب ها، جوجه کباب، گوده. بعد به هر حال جای خیلی خوبیه، اتمسفر خیلی خوبی داره، همونطور که شاهد هستید خیلی جای ریلکسینگه. به هر حال انشالله که شما هم اینجا در کوپرتینو در شمال کالیفرنیا حداقل یه سری بزنید. بزنید این ظرفا رو من ببینم. این ظرفا غذاتون توی ظرفا سرو میکنن. ببینید توش نوشته که پرژن کباب، یعنی سفارشی خودشونه با یه دیزاین و طرح ایرانی. به هر حال این هم سفره حسینشون آماده برای نوروز. کیترینگاتون هم، مهمونیاتون هم برای نوروز میتونید سفارش بدید اینجا و دوستانمون در راه در این ایریه کوپرتینو راحت براتون دلیوری میکنن و یا میتونید بیاد ببرید. نوروز و پیروز. جای هریه توی حفظ جایی، صدای گرمه زیرس قراری، بذار بگیرم مثل طول دریا، کنم در آبوش مادی یک فراری. بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم زیر ساق من تو، عطش بازی به نصیب دریا. Yeah.
برنامه پیشواز نوروز ما تموم شد. دیدار ما شب عید با شما هستم. سپاسگزارم از شما که با ما بودید. سپاسگزارم از امیر شهرتی کارگردان فنی گپ خودمانی با ستاره دلدار و یک سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران باشه. خوش باشه.